خسته شدی از بس تو این اینستاگرام بالا پایین میکنید، تو این صفحه اکسپلورین پست‌های زرد چرت و پرت نگاه میکنید؟ پاشید بیاد امروز قراره بهتون 5 تا وبسایت معرفی بکنم که باهاشون بتونید خوش بگذرونید و وقتتون رو سپری کنید و یه چیزی یاد بگیرید. با من همراه باشید. سلام، من اردشیر کاویانی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتره و قراره از این به بعد توی ویدیوهای این شکلی هر بار 5 تا از یک سری چیز رو بهتون معرفی بکنم. امروز قراره 5 تا سایت کول و باحال رو بهتون معرفی بکنم. این سری ویدیوها ادامه دار خواهد بود، یعنی الان قسمت اولش رو دارم ضبط میکنم، قسمت دومش هم آماده است، ویدیوهاشو باید بشینم همین الان ضبط بکنم. پس 5 تا اول رو میسازم یه ویدیو، 5 تا دوم و بعدی. فعلا قراره بریم سراغ وبسایت‌های باحال. منظور از وبسایت باحال چیه؟ وبسایتایی که احتمالاً نمیشناسیدشون و با حال برای وقت گذروندن خوبه، میتونید برید توشون وقت بگذرونید و یه چیزی یاد بگیرید یا حداقل سرگرمی باشه که بهتر از خوندن خبرهای زرد مزخرف اینستاگرام باشه. پیشنهاد میکنم حتما این ویدیوها رو ببینید. من فعلا میرم سراغ وبسایت ها، سراغ برنامه ها و دونه دونه هر چیز دیگری هم که فکر میکنید توی کامنت ها برام بنویسید. چرا عدد 5 رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه میخوام یکی دو دقیقه در مورد اون وبسایت توضیح بدم و نمیخوام طول ویدیو خیلی زیاد بشه. سعی میکنم خیلی کوتاه فقط توضیح در مورد اون وبسایت بدم، باهاش آشناتون کنم، خودتون برید تو دنیای اون وبسایت‌ها. عموماً هم سایت‌های خیلی بزرگی نیستن، سایت‌های کوچیکه، برید توشون غرق بشید و ازشون لذت ببرید. پس وقتو تلف نمیکنم، میخوام برم سراغ وبسایت‌ها. توی این قسمت میخوام 5 تا وبسایت کول و باحال رو بهتون معرفی کنم. اگه هنوز سابسکرایب کانال من نیستید خوشحالم میکنید اگه اون دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله بغلش هم بزنید. حتما ویدیو رو اگر دوست داشتید لایک کنید و اگر ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید من یکی خیلی خوشحال میشم. نظری دارید حتما توی کامنت ها بنویسید. اگه با این وبسایت ها کار کردید یا میشناسیدشون بنویسید و وبسایت های دیگه رو میشناسید معرفی کنید که در مورد اونا هم من ویدیو بسازم. بریم ما هم دیگه شروع کنیم. اولین سایتی که میریم سراغش سایت radio.garden. نکته جذاب این سایت چیه؟ شما میتونید با چرخوندن زمین هر جایی که دلتون خواست روی هر کدوم از نقاط سبز رنگ وایسید و رادیویی که توی اون محل داره پخش میشه رو گوش کنید. ببینید هر جا بچرخونم روی هر نقطه برم اون ایستگاه رادیویی شروع میکنه پخش شدن. جذابیتش واسه منی که دوست دارم بدونم تو دنیا چه خبره اینه که میتونم کل دنیا رو بچرخم ببینم الان چه رادیویی داره تو هر جای دنیا چی داره پخش میکنه. متاسفانه تو ایران فقط یه دونه رادیو وجود داره، اونم رادیو صدا انجیل که از اصفهان پخش میشه. بخش اول شامل طرح زمینه ماشه و نمیدونم واقعا چرا رادیوهای دیگه اینجا نیستن و خب احتمالاً یه درگیری هایی وجود داره برای اینکه ثبت بشه، ولی خب خیلی سایت باحالیه، پیشنهاد میکنم حتما یه سری بهش بزنید. خب اگه حوصله‌تون سر رفته و تو اینترنت دارید میچرخید و میخواید یه بازی انجام بدید، رو گوشیتون هستید، رو کامپیوتر هستید، نمیخواید بازی نصب بکنید، وبسایت 2048 رو بهتون پیشنهاد میکنم، play2048.co. و بازی هم خیلی ساده است، کافیه فقط با کلیدهای کیبوردتون با جهت‌نماهای بالا پایین بیاید اینجا و سعی بکنید بزرگترین عددی که میتونید رو بسازید. یه تقلبم بهتون برسونم این که سعی کنید همیشه بزرگترین عددتون رو این پایین نگه دارید، یکی از چهار تا گوشه نگه دارید، اینجوری عددتون خیلی بالاتر هم میتونه بره. و خیلی جذاب این بازی، من از زمانی که آیپد 2 داشتم این بازی رو بازی میکردم و خب از وقتی نسخه وبش اومده خیلی هم بیشتر دوستش دارم و دیگه لازم نیست نصبشم داشته باشم، همینجوری خیلی راحت باهاش بازی میکنم. سایت بعدی وبسایت فلایت رادار 24 و حتما میفهمید خودتون چیه دیگه. جذابیتش واسه اینه که ببینم خب تو دنیا چقدر داره پرواز انجام میشه. اگر یه وقت پروازی کسی داشته باشه و بخواد بدونید که اون پرواز نشسته نشسته هنوز کی میرسه خیلی میتونه کمکتون کنه، مخصوصا تو سفرهای خارجی. اگه کسی داره از خارج میاد ایران، مثلا شما میخواید برید دنبالش این چیزا، خیلی میتونه این به دردتون بخوره. کاملا میتونید اینجا لیست همه فرودگاه‌ها و همه پروازها رو ببینید. مثلا الان روی ایران که بیایم این پرواز ببینیم، پرواز فرانکفورت به دهلیه که داره میاد، مسیرش رو نگاه کنید، قشنگ نشون میده از کجا، از آلمان داره میاد بره به دهلی برسه، الان بالا سر ایرانه، داره همین الان حرکت میکنه،
میتونید مشخصات کاملش رو ببینید. یه پرواز ایران، اینا یک پرواز از دزفول به تهرانه. جالبه که روی ایران هیچ خبری از پرواز نیست و میبینیم که کشورهای دیگه چه خبره. وای یه جای مثل آمریکا نگاه کنید چه خبره. من دوست دارم این سایت رو هم، و عموما وقتی کار داشته باشم کسی قرار باشه بیاد این سایت رو چک میکنم، ولی خب واسه حوصله سر رفتنم جالبه. بیاید دیرگاه بنزید ببینید که چه پروازهایی داره انجام میشه. و نکته جذابتر، میتونید فرودگاه ها رو ببینید، اینجوری هر فرودگاهی رو شناسایی بشه. متاسفانه سیر از فرودگاه های ایران مثلا این فرودگاه عکس نداره. اگه بتونید این فرودگاه ها رو هم عکس بهشون اضافه کنید شاید خیلی جذاب تر باشه. خب وبسایت بعدی یه وبسایت خیلی جالبه که از طریق هوش مصنوعی داره سعی میکنه چیزها رو تشخیص بده. اسم سایت هست quickdraw.vitgoogle.com، چون یه پروژه‌ای که به همراه گوگل داره انجام میشه. نگاه کنید، کافیه فقط روی Let's Draw بزنید، بعد شروع کنید اون چیزی که میگه رو بکشید. ببینید مثلا من شروع میکنم، میگه پیک اپ تراک بکش. اوه چه چیز سختی. گاتیت رو میزنم، میگم که اوکی من حالا با موسم من I see دارم glove, میکشم or radio, or bench, or cooler, or laptop. I see لپتاپ lock, آخه or purse. نمیتونه درست تشخیص بده. بکن میزنم بعدی. خب میگه یه باس بکش. گاتیت I see shoe, or pillow, or hockey puck, or van. I see truck, or roller skates, or school bus. Oh, I know, it's bus. آره میفهمی که باسه. بعد دوباره بعدی میگه یک پیاز بکش. I see nose, or circle, or moon. Oh, I know, it's onion. فهمید که پیازه. درایور. I see line. Oh, I know, it's screwdriver. خب یه لیف. اوه I see line or spring bean. I see foam finger. Oh, I know, it's leaf. کنید اینجوری تشخیص میده که درست کشیدی یا نکشیدی. و اینم خیلی باحاله، یه ماشینیه که داره سعی میکنه از طریق این چیزایی که ما میکشیم هوشش رو ببر بالاتر و چیزای بیشتری یاد بگیره. چند دقیقه شاید با اینم بتونید سرگرم بشید و جذاب باشه. خب وبسایت پنجم و آخر این جلسه یه وبسایت به اسم The True Size. یه کار خیلی جذاب و باحال انجام میده. من خودم خیلی این قضیه رو دوست داشتم و دنبالش میگشتم، اینکه من بدونم آقا کشور من چند برابر یه کشور دیگه است یا اینجور چیزی. مثلا ببینید من تایپ میکنم اینجا ایران و ایران رو انتخاب میکنم. میبینید بعد میام ایران رو میگیرم میذارمش مثلا روی چین، ببینم چقدر از چینه. فرض کنید این چین وسط چین، قشنگ میبینم که آقا چقدر از چین رو خاک ایران میگیره. یا مثلا ایران رو بذارم روی هند ببینید که چه شکلی میشه. یا میام مثلا ایران رو روش رایت کلیک بکنید حذف میشه. میام میذارم مثلا یه کشور دیگه، مثلا یونایتد کینگدام. میخوام بدونم انگلیس چقدر از ایرانه. مثلا بخوایم از لحاظ خاک نها کنیم، نها کنید یه چیزی حدود مثلا یک سوم خاک ایران رو داره، کمتر یک چهارم. قشنگ این هم وبسایت باحالیه، میتونید ساعتها توش بچرخید و جاهای مختلف رو ببینید. و نکته جالب، اگه زوم بک بکنید میبینید که 5 6 تا از این جهانها گذاشته و شما میتونید مثلا چند تا دونه جاهای مختلف بذارید تست بکنید. این هم وبسایت باحالیه، من خودم خیلی دوست داشتم بدونم که مثلا ایران چند برابر یک کشوری میتونه باشه. و اینجوری میتونید ببین مثلا خاک آمریکا رو گذاشته، آمریکا رو بذاریم اینجا، نهایت مثلا 4 5 چهار تا ایران فکر کنم خاک آمریکاست. و نکته مهم اینه که وقتی میای روش کامل نوشته، سایزش رو نوشته چقدره و میتونید اینجور چیزا رو در موردشون بدونید. وبسایت باحالیه، میشه یه چند دقیقه توش چرخید و چند تا چیز جالب ازش یاد گرفت. خب این از 5 تا وبسایت اول که بهتون معرفی کردم. امیدوارم از این قسمت خوشتون بیاد. اگر از این سبک ویدیو دوست دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید که از این سبک هم تولید بکنم و ادامه بدم این کارو. فعلا دو تا قسمت رو ضبط میکنم، اگر گفتید که خوبه این کار رو ادامه میدم و وبسایت های بیشتری رو بهتون معرفی میکنم. من کلا وقتی خودم حوصله‌ام سر میره ترجیح میدم برم یه چیز جدید پیدا بکنم، یه کار جدید یاد بگیرم. سرچ میکنم کول وبسایت و توی یوتیوب ویدیوها رو میبینم، توی وبسایت ها میگردم و خب اونایی که خودم خوش اومده و به نظرم باحاله و یه چیز جالبی واسه یاد دادن داره رو میام اینجا بهتون معرفی میکنم. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید. من اردشیر کاویانی هستم، اینجا چهارراه کامپیوتره. لایک و کامنت و سابسکرایب و فالو یادتون نره. فعلا خدا نگهدار.